سلام، به تفسیر خبر امروز خوش آمدید. هر ساله در آستانه 22 بهمن بسیاری از رسانه ها، چه آنان که در داخل کشور هستند و چه رسانه هایی که در خارج از ایران مشغول به فعالیتند، به موضوع انقلاب سال 57 میپردازند. از زوایای گوناگون اون واقعه تاریخی رو بررسی میکنند و هر سال البته به حاشیه های اون اضافه میشه. هر سال پس از انتخاباتی و یا تحرکی در داخل جامعه، این تحلیل ها و این نظرها تغییر پیدا میکنه. امروز برای اولین سالی که بعد از انتخابات 24 خرداد برگزار شد و دوره ای از تاریخ ایران تغییر پیدا کرد، شاید بررسی 22 بهمن شکل دیگری هم به خودش داشته باشه. در برنامه امروز با 3 تن از کسانی که در زمان انقلاب نقشی فعال داشتند در خدمت شما خواهیم بود. با آقای دکتر محمد ملکی، کسی که بعد از انقلاب اولین رئیس دانشگاه تهران شدند. با آقای دکتر فریبرز رئیس‌دانا، از چهره‌های چپ ایران که همواره در مورد انقلاب نظرات خودشون رو بیان کردند. و در آخر هم با آقای محمد نوریزاد همراه شما خواهیم بود. آقای نوریزادی که در هنگام مصاحبه با ما در مقابل وزارت اطلاعات ایستاده بودند و کفن به تن کرده بودند تا مطالبات خود رو پیگیری بکنند. همونجور که اشاره کردم در بخش اول این ویژه برنامه، با آقای دکتر محمد ملکی همراه شما خواهیم بود. آقای دکتر سلام، به برنامه ما بسیار خوش آمدید. 35 سال از انقلاب سال 57 میگذرد. بحث ها همواره بوده در مورد آرمان های انقلاب، در مورد انحراف از آرمان های انقلاب، در مورد فردای انقلاب، انقلاب دزدیده شده، انقلاب به انحراف کشیده شده، بسیاری از این حرف ها. در چند وقت گذشته شاید بسیاری از کسانی که در انقلاب نقش مهمی رو داشتند و در طول سالیان گذشته هم اتفاقا از اون دفاع می کردند، متفقا بر این قولند که حداقل از آرمان های انقلاب فاصله بسیار زیادی گرفته شد. اما شما به واقع شاید از اون دسته بودید که در روزهای اول و حالا مدت زمان کوتاهتری بعد از پیروزی انقلاب به این انحراف اشاره کردید و در مورد اون با صدای بلند فریاد زدید و اعتراض کردید. خیلی دوست دارم از دید شما به عنوان کسی که در اکثر اتفاقاتی که به پیروزی انقلاب منتج شد حضور داشتید و در جریان اون بودید، نگاهی بکنیم به دلایل بروز انقلاب و بعد نگاهی بکنیم به فردای انقلاب. با سلام به شما و شنوندگان و بینندگانتون، از خودم که از من خواستید که بگویم چطور شد که انقلاب شد و ما به اینجا رسیدیم. برای روشن شدن جریان مجبورم یه مقداری به عقب برگردم تا بهتر مردم عزیزمون از اون چه در این مملکت گذشت اطلاع پیدا کنن. من خودم از سال 1327، یعنی سالی که شاه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ترور شد و بعد فضای سیاسی ایران بسته شد، چون این مقداری بعد از رفتن رضاخان در 8 سالی بودش که فضای سیاسی ایران کمی باز شده بودش، از همون سال ها من وارد مسائل سیاسی و اجتماعی شدم. اون موقع محصل بودم، از خودم که در هر حال ما از همون موقع هدف داشتیم و اون هدف آزادی بود، چون فضای ایران بسیار بسته شده بود و این جریانات ادامه داشت تا زمان ملی شدن صنعت نفت، بعد روی کار آمدن دکتر مصدق، بعد کودتای از کنم که 28 مرداد و بلافاصله تشکیل نهضت مقاومت ملی. من در تمام این جریانات فعالانه شرکت داشتم و بعد از کودتا
دستگیری های وسیعی از ملیون و طرفداران مصدق صورت گرفت که داستانش رو حتما شنیدید. تعداد زیادی رو به زندان قلعه فلک الافلاک فرستادن و جاهای دیگه و خلاصه فضای ایران بسته شد و شرایط دیکتاتوری برقرار گردید، تا اینکه در آمریکا اصولا حزب دموکرات مجددا روی کار آمد و با فشار آمریکای مقداری فضای ایران باز شد. در سال 39 یه مقداری آزادی هایی به مردم داده شد و فعالیت های انجام شد و اون تظاهراتی که در حال به 15 خرداد سال 42 منجر شد اتفاق افتاد و در سال 41 مقداری تعداد از روحانیون در اعتراض به قانون تشکیل حس کنند که قانون تشکیل شوراهای ایالتی و ولایتی اعتراض کردند و بعد آقای خمینی رو کشوندن وارد صحنه. و اینم بگم که آقای خمینی تا اون موقع اصولا آدم شناخته شده ای نبود. بعد از فوت آقای بروجردی خب بحث سر این بود که کی به اسم مرجعیت رو دست بگیره. آقای مرعشی بود، آقای بلپایگانی بود، آقای شریعت مداری بود. بعد ما میپرسیدیم میگفتن یا آقای من به نام آقا روح الله، مردم عادی زیاد آقا روح داده میشنن که بعد تبدیل شد به آقای خمینی. آقای خمینی در هر حال چون از قبلش رابطه با فدایان اسلام داشته شد یه مقدار تحت تاثیر افکار فدایان اسلام بود، آمد وارد صحنه شده شد از کنم که سخنرانی کرده شد، یه مقداری به شاه حمله کرد و به خود روحانیون حمله کرد و غیره که موجه شد که ایشون رو در از کنم که اون سال اگر اشتباه نکنم 42 دستگیر کردن. دستگیر کردن ایشون دو سه ماهی در زندان شتاباد بود و بعد بردنش کنزل آقای روغنی که دیگه تجار بازار بود هفتش ماه اونجا بود و بعد آزاد شده. مسئله از کنم که کاپیتولاسیون وقتی پیش اومد بازشون اعتراض کرد و خلاصه ایشون رو مجددا دستگیر کردم و اول تبعید کردم به ترکیه و بعدم فرستادنش به نجف و ایشون 15 سال در نجف بود و فعالیت خاصی فقط سیاسی چشمگیری نداشتش. گاهی بچه های انجمن اسلامی اروپا باش تماس میگرفتند و عرض کنم که به مناسبت های نامه چیزایی می نوشتش. اما در ایران اصولا از سال 56 مقداری باز دو مرتبه چون تحولی در آمریکا شده بوده شو حزب دموکرات و کارو کارتر رئیس جمهور شده بود فضای سیاسی ایران کمی باز شد. در سال 56 یک نامه ای از طرف 28 نفر از شخصیت هایی که من الله اسمشون که من خودم بودم از کنم که حبیب پیمان بودش، آقا دکتر سامی بودش، مهندس بازرگان بود، دکتر صحابی بود، از هم آیت الله رضا زنجانی بود و دیگران که الان یادم نیست در کتاب های تاریخ هستش. اینه یه نامه نوشتن به سازمان ملل متحد و گفتن که آقا همه این مشکلات که در ایران هستش مسئول شاه هستش. اول این نامه بود که رسمن شاه رو مسئول استبداد و دیکتاتوری و خشونت در ایران قلمدار کرد بود. بعد همین عده نشستن، یادم رفت بگم دکتر سنجابی بودش، حالا میگم آقای علی فراش جوادی بودش، از خودم که پیمان بود، یه 28 نفر از شخصیت های اصلاح اون زمان بودند و بعد اینو نشستن دور هم تصمیم گرفتن که یه جمعیت دوستان برم جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر اینو درست کردن و شروع کردن به فعالیت کردن و خلصه این محلی هم در اول خیابونه از کنم که بقل حسینی ارشاد به نام خیابون قوا جای محلی هم اجاره کردن و دفتر و دستکی و مردم مراجعه می کردن و اعتراضات و جزی نام می نشتن به مقامات دولتی و بین المللی و غیره. خب این فعالیت ها انجام می گرفتش انجام می شود تا از کنم که عید فطر سال از کنم که 57 که
دانشجویان بعد از نماز نماز عید فطر برخلاف نظر اجرا کنندگان این آقای دکتر مفتح و آقای دکتر باهنر که دکتر مفتح نماز رو خوند، آقای دکتر باهنر هم عرض کردن که خطبه رو خوند که اونا گفتن که ما کاری گیدن به برنامه ما تمومه، دانشجویان از همونجا حرکت کردن به واحنه بازگشایی حسینی ارشاد به طرف حسینی ارشاد و آمدم دو پیچ شمیون رفتن طرف دانشگاه و رفتن تا میدون هور اونجا تظاهرات کردن. در این تظاهرات عرض کردم که از روحانیون کسی نبود جز یه طلبی، عرض کردم که حالا شاید نخواد من اسمش ببرم، عرض کردم که بعد اونجا تصمیم گرفتن که روز جمعه 17 یا 18 شهریور در عرض کنم که میدونش علوم شده به نام میدون شهدا تظاهراتی انجام بدن که اون با عرض کنم کشت و کشتار رو برو شد و یواش یواش انقلاب هی واقعا جنبه انقلابی به خودش بگرفت. من فقط یه نکته ای رو اینجا باید یادواری کنم برای اولین بار که در همین جمعیت دفاع از آزادی حقوق بشر میشستن تصمیم گرفتن که ما چیکار بکنیم برای راهپیمایی بعدی، بحث های مفصلی میشد که از کجا شروع کنیم به کجا خط کنیم اینا، قرار شد یه هیئتی درست بشن که این هیئت تصمیم بگیرن برای تظاهرات بعدی. من مأمور شدم از هر گروه، گروه های مختلف هم از هر گروه یه نفر نماینده به تو گروه، من مأمور شدم که با آقای دکتر مفتح تماس بگیرم و بگم که یه نفر نماینده از طرف روحانیون معرفی بکنید. وقتی رفتم خدمت ایشون بعد از صحبت اینا گفتش که نه ما باید دو نفر نماینده معرفی کنیم. گفتم چرا؟ گفت نه روحانیت ازش فرق میکنه و روحانیت نمیدونم از کنم که الکس و بلکس که من رفتم گزارش دادم به اون هیئت که ایشون همچین صحبتی کنه. میخوام عرض بکنم که ببینید از همون موقع روحانیت در حالی که قبل از اون دخالت چندانی در جریانات و اینا نداشتش، در هر حال راه پیمایی شون شروع شد. آقای طالقانی گفتن که حالا هر تصمیم میخواد بگید، من خودم از خونم روز تاسوعا حرکت میکنم میام به طرف میدون آزادی که مردم را افتاده اون تظاهرات تاسوعا و عاشورا که تظاهرات واقعا میلیونی بودش انجام شد. بعد از کنم که دانشگاه بسیار در این مورد فعال بود، دانشجویان بسیار فعالیت میکردن در تمام امور تا اینکه سازمان ملی دانشگاهی یا طرف استادان در دانشکده پلی‌تکنیک در تابستون سال 57 تشکیل شد و همبستگی بین استادان و دانشجویان برقرار شد و همین همبستگی موجب تظاهرات بسیار زیادی در دانشگاه و استقبال شدید مردم شد. هفته همبستگی دانشگاهیان با مردم یا بعد منجر به اون تحسن 25 روزه استادان در دانشگاه دبیرخونه دانشگاه تهران شد که استادان دیگر رو چون نمیذاشتن بیان دور دبیرخونه محاصره بود، اون رفتن در وزارت علوم، تحسن کردن که منجر به اون حوادث از کنن که کشته شدن یکی از استادان شدش. در هر حال انقلاب اوج گرفته شد وقتی که تحسن استادان بعد از 25 روز تمام شد و آقای طالقانی آمد و دانشگاه رو مجددن بازگشایی کرد و باز کردند و اینا، چون تحسن در اعتراض به بسته شدن دانشگاه از طرف دولت بودش. بعد از این تظاهرات عظیم 100,000 نفری در دانشگاه تهران که روز 23 دی ماه بودش، روز 26 دی ماه شاه از ایران رفت، یعنی شاید دیگه دید اینجا دیگه جای خیلی موندن نیست، رفت و بعد از چند روز عرض کنم که زندانیان سیاسی اونده که مونده بودن آزاد شدن و دیگه انقلاب افتاد و خلتک. بعد جریان آمدن آقای خمینی مطرح شد که من اصلا خودم جز اون کمیته‌ای که برای استقبال تشکیل شده بود بودم و در اون کمیته مسائلی دیدم که کنترلم یواشاش افتاد که وضع طور دیگه است. یعنی ما در کمیته از کنم که تدارکات من بودم، دکتر سامی بودش، از کنم آقای سیف بودش، آقای از کنم که شاه حسینی بود، برنامه ریزی میکردیم. ما هر برنامه ریزی میکردیم باید میبردیم تو اون اتاق بالا تو این مدرسه رفاه میدادیم به آقای مرحوم مطهری و آقای اردبیلی، اونا اوکی بذارن و گاهی برنامه های ما رو به هم میخرند و از کنم که این مسئله کار کنند. من از همونجا متوجه شدم که مثل یه وقت طوری دیگه است.
تا بالاخره قرار شد آقای خمینی بیاد و اون اول جلوگیری کردن اون تحسن روحانیت رو در دانشگاه. خب بیشتر عاملش من بودم، تشکیل دادیم در مسجد دانشگاه. حدودش از اولی که آمدن حدود 70-80 نفر بودن، نباشه زیاد شدن دو اینا. در هر حال اینجا من یه نکته بگم، به نظر من اینو بارها هم گفتم، نقش روحانیت در این انقلاب بسیار بسیار کم بود پیش از انقلاب. توجه میکنید اینکه میگن اصلا انقلاب به دست روحانیت شد و اینا، قصه هایی از خودم که ساختگیست. در هر حال قرار شد آقای خمینی بیان، در هر حال کمیته تدارکات برنامه ریخته شد برای فرودگاه. ما یه برنامه ریخته بودیم که همه طبقات کارگر و دانشجو استاد اینو بیستن. آقای خمینی که آمد، اصلا اولا قرار ما گذاشته بودیم که آقای طالقانی بره توی هواپیما، ایشون رو به اصطلاح دعوت بکنه بیاد رسمی که هستش. بعد به جای آقای طالقانی آقای رس کنم که متعرف فرستادن بالا، اون داستانهایی که فیلماشو در هر حال دید. ایشون هم وقتی اومدن میگه این که دور سالون بگردن و با همه گروه های مختلف از کنم که صحبت بکنن و اینا، همون اول که آمدن روحانیون ریختن دورش رو یک گردابی درست کردن. ایشون میگه از این گرداب در نیادن، افتاد همه جریانات دست اون روح روحانیون و ایشون رو بردن به خودشون مورن به اشت زهره. حالا چجوری بردن و اونجا چی گفته شد، اینجا مسائلیست که هم میشه توی این فیلم های تاریخی شما میبینید. در هر حال از همون موقع من باید یادیست، مثلا ما اصلا در سالی که نقش اساسی داشتیم در تنظیم برنامه ورود آقای خمینی، اینقدر ما عصبانی شدیم و ناراحت شدیم از این وضع، از این وضعی که پیش اومده. اصلا هیچ کاری بود که مثلا من خود اصلا به شهر نرفتم، من برگشتم دانشگاه. توجه میکنید در اعتراض به این مسائل در به این ترتیب عرض کنم که بوده شو آقای خمینی هم یواش یواش اومد ایران و یه حرفایی زد، چه فرانسه حرفایی میزد، حرفای قشنگ قشنگ گفت ما تو ایران زد، تو بهشت زهرا تو دهن این زد و دهن اون زد، شد ما دولت تعیین کردن آب و برق و گاز و همه چی رو مجانی کرده. چه از این حرف ها و از این صحبت های عرض کنم که فریب دهنده. در هر روز 22 بهمن که فردا باشه، اصل 22 بهمن سال 57 آقای رفسنجانی رفت پشت رادیو، عرض کنم که اعلام تغییر نظام رو داره که نظام شاهی تبدیل به نظام شیخی شدش. این مرحله اول انقلاب. اون چی هم که مردم میخواستن، اصلا اون موقع نه صحبت از ولایت فقیه بود نه از ایشون گفته بودش که من میخوام بیام، من اصلا اهل حکومت نیستم، من میرم قوم اونجا، من یه طلبه هستم و از این صحبت ها. و بله هیچ صحبتی از عرض کنم که ولایت فقیه و این مسائل نبود. یه قانون اساسی هم تنظیم کرده بودن که اصلا صحبتی از ولایت فقیه نبود. ولی بعد متاسفانه وقتی که این آقایون آمدند و مسلط شدن، بلافاصله اول کارهایی که کردن کشتارهای بی‌رویه‌ای بود که انجام شد در یه دادگاه‌های غیر قانونی، در دادگاهی که اصلا محمود قاضیش کی هستش، چی هستش، چجور ما در وکیلی وجود داشتن، چیزی که اون کشتارها شروع شد دیگه. از همون موقع این کشتار یا در اصطلاحی که من می‌گم خون و خشونت در این مملکت آغاز شد و این 35 سال ادامه داشته. و ما در این 35 سال جز واقعا خون و خشونت هیچ چیزی ندیدیم از این حکومت. و بعد هم میدونیم که الان بعد از 35 سال به چه شرایطی کشیده شده، اون داستان ها، داستان جنگی که ایجاد شده شده، داستان سفارت آمریکا و داستان های دیگری که اگر بخوایی چیز کنیم باید کتاب ها در موردش نوشتهش تا امروز. آقای دکتر ملکی، در سال 57 اتفاقی که افتاد، بسیاری از نیروهای مخالف در کنار هم برای یک مطالبه مشخص ایستادند. در مورد اینکه حالا این مطالبه درست بود نبود و یا تمام اون بحثی که خودتون هم اشاره فرمودید، انحراف فردای انقلاب و یا حتی بهتر بگم انحرافی که از پیش از انقلاب آغاز شده بود و شاید به رو اومد، اما بیشتر میخوام به این نگاه داشته باشیم. چگونه است؟ فکر میکنید آیا این امکان وجود داره که باز هم
طی یک مطالبه مشخص مردم و گروه های مختلف کنار هم بایستند و امروز مجدد برای مطالبه مشخصی به وحدت برسن و اون رو پیگیری کنن؟ این که فرمودید که آیا می شود در شرایط فعلی به همون خواستهایی که مردم قبل از انقلاب داشتند و شعار اون خواستها رو می دهند رسید؟ بنده اعتقاد دارم که اولا مردم در از این 35 سال سطح شعور درکشون بسیار بسیار بالا رفته، یعنی اصلا قابل مقایسه با 35 سال پیش که اینا انقلاب کرده، اکثر نمیدونستن چیه، کیه، نمیدونستن خمینی کیه، نمیدونستن نقص روحانیت چیه، نمیدونستن روحانیت چیه، اصلا نمیدونستن حکومت دینی یعنی چی. خدا رحمت کنه آقای طالقانی چند بار اونو گفت بود حکومت دینی، استبداد دینی و تر از هر استبدادی در دنیا، ولی من توجه نداشتن، مردم اصلا مثل این که سحر شده بودن. ولی الان اینطور نیست، مردم خوب میفهمن، اکثریت مردم میفهمند و مسائل خوب تجزیه و تحلیل میکنند. و از کنم که من اعتقادم بر این است که در جواب سوال شما، با توجه به این مردم خوبی که داریم، مردم فهمیده‌ای که داریم که گاه به گاه بروز میدن، و شما در سال 88 نمونه اون رو دیدید که مرتبه میلیون ها انسان ریختن تو خیابون ها، اما خشونت دستگاه و کشت و کشتار دستگاه، به خصوص کشت و کشتاری که در سال 60 انجام شد که من خودم 5 سال در اون موقع در زندان بودم و دیدم و شاهد حوادث و وقایع بودم وحشتناک که گوشهای از اون حالا افشا شده، داستان سال 67 و غیره و غیره. درسته که مردم یه مقداری ترسیدن، مردم خوف و وحشت در مردم ایجاد کردند، هنوزم این خوف ها تا حدود باقی سالی، مردم بسیار هوشیارن، بسیار آگاهن، بسیار از کنم که روشنتر از اون موقع شدند. با این مردم اگر ما بخواهیم به یک وضع مسالمت آمیز از کنم که به آرزوها و آرزوهای قبل از انقلاب خودم برسیم، به نظر من در یک نامه ایم که حالا منتشر میشه نوشتم، اولا ما باید، ما علت این که این 35 سال همش خون و آتش، خون و خیون خوشوند داشتیم، برای که از روز اول همش مرگ گفتیم، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، نمیدونم تا شاه کفن نشود این وطن نفرد، مرگ بر امپریز، مرگ بر سرمایه‌دار، این همش ساعت از مرگ بودش. دیگه باید تغییرش بدیم، این مرگ ها رو باید بکنیم زنده باد، زنده باد آزادی، زنده باد عدالت، زنده باد از کنم آگاهی، زنده باد عدالت اجتماعی، اینا رو تبدیل به زنده باد بکنیم. دیگه دنبال مرگ نریم، دیگه این ذهنیت خود رو از مرگ مرگ گفتن خالی بکنیم، بریم به سوی از کنم که آزادی و عدالت و برابری. در هر حال اولا باید این کار رو انجام بشه، مردم باید متحد بشن در مسیر این آزادی و عدالت و خب اینجا ما مردم آماده میشن، ولی حکومت رو چیکارش بکنیم؟ حکومت با این خشونت، با این رفتارهایی که داره و انجام میده و میکنه، باید مردم در هر حال در هر جایی که میتونن، در هر به هر وسیله که دارن اعتراضات مدنی بکنن، اعتراض بکنن. مثلا الان ببینید همین مسئله این سهمیه و اون جیره‌ای که واقعا مردم تحقیر دارن میکنن دادن، این یه بهانه که مردم میگن آقا چیه، چرا ما رو تحقیر میکنید، حقوق ما رو بدید، حق ما رو بدید، میلیاردها دلار از ثروت این مملکت کجای شده؟ 700 میلیارد زمان میگوین زمان احمدی نژاد پول از این مملکت رفته، چی شده؟ مردمات بخوان، مردمی که آقا اطلاع نداشته باشن که حاکمیتش چی کار بیکنه، این مردم هیچ وقت با آزادی و عدالت نمیرسن. همیشه باید مردم جوریا باشن بپرسن. البته این جور کارها هزینه هم داره، همونطور که اگر استاد بیادش بگه که آقا این قرار داده که شعبسی چی هست، باید هزینهشو بده، مثل بنده توجه میکنید که بچه همو بگیرن و نازم بده ناراحتی برای بچه همی میاد که برای خانه دم بیکن، هزینه هم داره. ما باید به جایی هست کنم، و اگر
قرار است که ما شعاری بدیم یا بگوییم که باید این کسانی که این مملکت رو به این روز انداختن محاکمه بشن، این محاکمه نه به عنوان بازسازی خشونت، نه، به عنوان بازسازی عدالت هست. باید عدالت برقرار بشه. هیچ کس دنبال انتقام جویی نیست. ما چند پیش یک نامه‌ای داریم در مورد لغو حکم اعدام. ما اصلا معتقد به مرگ نیستیم، معتقد به اعدام نیستیم. انسان‌ها رو همه رو میشه اصلاح کردش، همه رو میشه روشون کار کردش و با از فرهنگی اصلاحشون کردش. بنابراین میشه این کار کرد، اما سد بزرگی که در مقابل این جریان هستش، اول نظام ولایی است که یکی در اون بالا نشسته هر کاری میخواد میکنه، هر عملی میخواد انجام بده، و خوف و رعبی که به وسیله از کنم وزارت اطلاعات و سپاه و بسیج اینا در انداختن. ما باید یه مقداری کار رو اینا بکنیم، به اینا بگیم بابا این نگاه، اینایی که شما باید شکنجه میکنید، اینایی که شما باید اعدام میکنید، اینایی که شما باید میکشید، این جوانهایی که شما این بلاها رو سرش میکنید، اینا هموطنان شما، فردا این شطور پای خونه خودتون میخوابه، فردا بچه های شما همینش که دیدیم در سال 88 پای بعضی هاشون نشدار خوابیدش. باید در شمال ملایمت و قدرت و استقامت خواستهای قبل از انقلاب رو که مهمترینش آزادی و استقلال بود برآورده کرد و از کنم که دنبالش بود. من دیگه بیش از این وقتتون نگیرم، امیدوارم در کارتون موفق باشید، خدا یار و نگهدارتون. آقای دکتر ملکی عزیز، من خیلی تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه. نکته هایی که گفتید ما رو مجاب میکنه در یک نوبت دیگر به صورت مفصل مزاحم شما بشیم تا بیشتر در موردش صحبت بکنیم. به هر صورت اون وقایع تاریخی که شما اشاره کردید شاید به نوعی تا به امروز جایی هم مطرح نشده بود. باز هم تشکر میکنم که همراه ما بودید، امیدوارم که صحبت‌های پایانی شما هم به نحوی به ثمر بشینه و ما روزهای بهتری رو شاهد بشیم. همونجور که اشاره کردم در بخش دیگری از برنامه امروز با آقای دکتر فریبرز رئیس‌دانا همراه شما خواهیم بود. آقای رئیس‌دانا سلام، به برنامه ما بسیار خوش آمدید. هر سال در این روزها بسیاری از رسانه‌ها به موضوع بررسی انقلاب می‌پردازند. انقلابی که برخی بر این باورند که سر جای خود انجام نشد، به موقع نبود. برخی بر این باورند که اجتناب ناپذیر بود و برخی بر این باورند که ضرورتی نداشت که در اون دوره تاریخی این انقلاب صورت بگیره. به هر روی یک واقعه تاریخی است و امروز بعد از 35 سال میتونیم به اون یک نگاه دیگری داشته باشیم. شما چگونه میبینید وقوع انقلاب سال 57، ارزیابی شما از دلایل و نحوه شکل‌گیری انقلاب 57 رو؟ در مورد مفهوم انقلاب یه تصور نادرست وجود داره که این تصور نادرست رو به هر حال نیروهایی که به شکل‌های مختلف، حالا یا فردی یا اجتماعی یا به درجات مختلف یا به دلایل مختلف محافظه‌کارن و منافعشون در وضع موجود شکل میگیره، با همه بدی‌هایی که وضع موجود داره، منافع رو تو همون وضع موجود دارن. حالا ممکنه گاهی هم به اصلاحات سطحی رضایت بدن برای که او وضع موجود حفظ بشه. اینها دامن میزنن این تصور غلط رو از انقلاب. انقلاب رو مساوی میدونن با خشونت، با آتش افروزی، با نادانی، با باری به هر جهتی، با دگرگونی های بدون هدف و ریخت و پاش و چیزی که نمیشه جمعش کرد، پدیده اجتماعی پرهزینه و اصلاحی مهمتر این که گویا یه عده حرفه‌ای نشستن تصمیم میگیرن برای این همه آشوب‌ها و دگرگونی‌ها و ضربه‌هایی که به پیکره اجتماعی وارد میشه. این تصور غلطه. انقلاب محصول انباشت شده خواست‌ها و تعارض‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی است که دیگر اصلاحات و حاکمیت ها یا اقدامات قانونی یا غیر قانونی چون یا ادامه حکومت ها یا ادامه وضع موجود دیگه نمیتونه به اون تعارض ها و به اون مشکلات پاسخ بده، دیگه ناتوانه. در مثال یه چیزی بگم، مثل علم،
تا زمانی که هسته های اصلی یک علم رو، مثلا علم فیزیک رو یا علم اقتصاد رو ما داریم، خب پوسته هاشو تغییر میدیم، نظریه های متفاوت رو بحث میکنیم، گوشه هایش که نارساس یا غلط بوده به تجربه بنا به عقل بنا به استدلال اونا رو اصلاح میکنیم. ولی در یه جایی میرسه که علم دیگه پاسخ نمیده، باید تحول در علم اتفاق بیفته. اینم یک شبه نیست، این انباشته شده یه تاریخه. ممکنه این خواسته متبلور بشه در یک نفر، در اینشتین به جای مثلا فیزیک نیوتن، یا در جان مینارد کینز اگر اون قبول داشته باشیم که تحول انقلابی بودی که من هنوز اون رو قبول ندارم، به چه به هر حال در مقابل دیدگاه‌های نو کلاسیکی و همینطور تو زمینه اجتماعی هم همینه. وقتی حاکمیت ها، وقتی قدرت موجود نمیتونه به تدریج، این که نمیتونه مساوی است با نخواستنش، چون منافعش در وضع موجوده. اون فقط دولت سیاسی نیست که چنینه، نیروهای اجتماعی اطرافش هم باهاش متحدن عمل میکنن و دیگه مانع دگرگونی میشن، دگرگونی که جامعه برای رهایی خودش، برای حرکت رو به جلوی آزاد، آزادی خواهانه و عدالت جویانه و اساسا برای هستی زندگی اجتماعیش، برای حیات انسانیش بهش احتیاج پیدا میکنه. آگاهی هم بالا میره، بعد به دنبال تشکل‌ها و سازمان‌ها به وجود میان، این تحول اتفاق میفته. اگر در جای این تحول لنگ بزنه، نارسا بشه، خب مشخصه اون انقلاب هم شکست خورده. بنابراین مسئله رو نباید ظاهری و سطحی نگاه بکنیم که یه چیز تند هست یه چیز کند، و اون چیز تند همیشه شکست میخوره. چنین نیست. انقلاب اکتبر آثار بسیار درخشانی در تمام تاریخ بشری داشته، انقلاب کبیر فرانسه همینطور، انقلاب مشروطه همینطور. که انقلاب مشروطه نبود، تمام این آموزش، آگاهی ها، فرهنگ پیشرفته، خواستهای مترقی در امور زنان، در امور کارگران، در امور زندگی مدنی شکل نمی گرفت. نیازهای مادی تحول البته به جای خوده، ولی مجموعه روابط و مقررات اجتماعی باید یه تحولی رو ببینه به خودش تا اون امکانات مادی بتوانن در شاهراه اصلی خودشون قرار بگیرن و به بخش دیگری از خواسته های مردم به ویژه نفسه های جدیدی که به میدان میان پاسخ بدن. اگر نتوانن چنین بکنن، به همون اندازه که نمیتوانن چنین انجام بدن، به همون اندازه هم میگوییم انقلاب در واقع شکست خورده. به این ترتیب باید این عرض بکنم که خواسته هایی که در جامعه مطرح میشه ممکنه از دیدگاه جامعه شناسان سیاسی یا دگرگونی خواهان یا انقلابی ها چیز دیگری باشه با اون چیزی که افکار عمومی یا رسانه های محافظه کار دارن مطرح میکنن. ببینید، من در یه نوشته یادم هست موقعی که رفیقم گل سرخی اعدام شد، نوشتم که آغاز پایان شاه. این نه به خاطر اینکه اونطور بی‌رحمانه مخالفین خودش میکشت، او فقط به خاطر این نبود، برای این بود که فکر میکردم ضربه این زده شد به پیکره وجدان اجتماعی، که این ضربه ناشی از استیصال به تمام معنای رژیم گذشته است، رژیمی که باز به خاطر استیصال از یک طرف و به خاطر محافظه‌کاریش از طرف دیگر به کودتای ریشته علیه دولت ملی و قانونی و دموکراتیک زندگیات مصدق اقدام کرده بود و نمایندگان احزاب چپ رو جلوی جوخه های اعدام فرستاد و نمایندگان کارگری رو قلع و قمع کرد یا به کشتن داد. اون نظام توانست مدتی هم دوام بیاره، ولی نتوانست به اون جوهره و اون هسته اصلیه، اون نیاز اجتماعی پاسخ بده. برای که محافظه‌کار بود، برای اینکه محافظه‌کاریش در این بود که منافع قدرت ها، چه درباریان، چه عرض کنم که جنرال ها و چه روحانیون وابسته به او و نظریه پردازانش، اینها منافعی در حفظ وضع موجود داشتن. اونها خسروی گل سرخی خاری در چشم همه شون بود. شما الان خاطرات ساواکی‌ها رو بخونید. به این ترتیب دگرگونی در نظام گذشته اجتناب ناپذیر بود. این که ما میگیم انقلاب، منظور انتخاب راه خشونت آمیز نیست. انقلابی های اصیل همیشه از خشونت سالیان سال پرهیز کردند. اونها عاشق خشونت، عاشق جنگ نیستن. اونها تروریست ها هستن که عاشق جنگن، جنگ افروزان هستن، ستمگران هستن، حکومت های جبارن که از طریق کشتن، از طریق تخریب، از طریق نابودی میخوان با مسائل روبرو بشن. انقلابی ها در واقع سرشون درد نمی کنه، هرگز سرشون درد نمی کنه برای جنگ افروزی. من جمله ای رو از کارل مارکس
به یاد دارم 1857 بکنم در روزنامه این نوشته که انسان باید دیوانه باشد مسیری رو که میتواند با مسالمت و با آرامش طی بکنه دست به حرکت‌های عجیب و غریب بزنه، دست به حرکت‌های افراطی بزنه. اما آن مسیر درست و انسانی و سالم رو بر نمیتابند حکومت‌ها و در نتیجه انقلاب‌ها اجتناب ناپذیر میشن و انقلابی‌ها متعهد هستند همیشه، چه از طریق اصلاحات اساسی چه از طریق انقلاب، متعهد هستند به تحول. اونها وجدان‌های بیدار تاریخی متبلور شده در راستای زندگی اجتماعی هستند. اما همه اینا رو گفتم، این رو هم میپذیرم، این رو هم درست میدونم که کسانی بگویند آقا برخی از انقلاب‌ها بسیار شکست خوردن، یعنی هرگز به هدفاشون نرسیدن، به تقریبا هیچ شکست هدفاشون نرسیدن، من این رو میپذیرم. این تعداد انقلاب‌ها بسیار کمن. اما این رو هم اضافه کنم، همه انقلاب‌ها در واقع به تمام هدفاشون نرسیدن، چه انقلاب اکتبر، چه انقلاب مشروطه، چه انقلاب کبیر فرانسه، چه انقلاب میانه 1650-1640 در انگلستان، حالا نرسیدن به همه هدفهاشون، ولی حاصل جمع عملکرد تاریخیش میبینیم رهگشا بوده. در انقلاب ایران هم این تئوری ها که عرض کردم خدمتتون عمل کرده، تعارض های اجتماعی انقلاب رو گریزناپذیر کرده بود، رژیم شاه حاضر نبود با آزادی های سیاسی دست بزنه. میگفت 1993 کسی نبود از ملوکانه بپرسه چرا 92 نه قربان، چرا 94 نه، مثلا از کجا در آوردید اینو؟ بعد آزادی چیزی نیست که شما بخواید اعطا کنید، آزادی رو تاریخ از طریق گسترش آگاهی های مردم بهشون میده. حالا میتوانن کسانی به من بگن که خیلی خوب تو که دارین حرفا رو میزنی، آیا رسیدین به اون خواسته ها؟ من دارم میگم نه، به همشون نرسیدیم، اصلا به بخش عظیمش نرسیدیم، من این رو میدونم، ولی احساس شرم نمی کنم از این که نسبت به رژیم گذشته خواستار آزادی هایی بودم، خواستار حرمت های اجتماعی، خواستار تحولاتی بودم که نیاز زمانه ای من بود. من البته این جمله رو از شگوارا به یاد دارم که گفت من به خواست زمانه خودم پاسخ دادم. ما هم نسل ما به خواست زمانه خودمون پاسخ داریم. اون خواست تحول بود، آزادی بود، بیرون آمدن از تنگناهایی بود که نظام قدرت ما رو در او قرار داده بود. حالا اینجا احتمالاً کار قشنگی نیست که من بگم که من واقعا اونطور که یک عده به اون معنا عمل انقلابی رو وارد شدن، من و دوستانم چنین نبودیم. ما اون جریانی رو که داشت میامد جلو و حرکت میکرد نقد میکردیم و معتقد بودیم که عمل انقلابی فقط پشت پا زدن به گذشته و وضع موجود نیست، ساختن آینده است. ببینید مردم پرشور شدن، تمام روستاها به راه افتاده بودن و اتفاقا آرمانشون در لحظه های کوتاه شکل گرفت و باز اتفاقا همینه که خطرناکه. مردم در جریان انقلاب باید پخته بشن، مردم باید آرمان داشته باشن. مردم بی آرمان فایده گرا با منطق باری به هر جهت و با منطق سازگار شدن با قدرت همونقدر در واقع مایه تخریب و امیدهای اجتماعی هن که مردمی که یک دفعه وارد عمل میشن. برابر این از نظر من آرمان خواهی توده ها و ماندن در خواسته ها خوبه. یک دوری که در صدف هست، این دور باید به قدر کافی در دل این صدف بچرخه تا واقعا دور بشه. اگه زودتر از موعد سخت جنین بشه، بیرون کشیده بشه یا یه جوری کوتاش بشه، اون آرزوها به جای این که پخته بشن و منطق تاریخی خودتون رو پیدا کنن، به جای اینکه هیجان‌ها به نیروهای سازنده تبدیل بشن، از یک سو به نیروی تخریب تبدیل میشن و از سوی دیگر به تفویض قدرت به کسانی که راهی رو میلبند که با راه و خواست نهفته در درون نیازهای تاریخی جامعه تفاوت پیدا میکنه. من در مورد انقلاب ایران این رو عرض میکنم، انقلاب ایران دنباله خواست مشروطه بود، دنباله نهضت ملی کردن نفت بود. انقلاب ها با دوامند، انقلاب ها در واقع پیگیرند. این پیگیری نه به معنای پیگیری با یه تئوری خاصی که دربارش صحبت میکنم، ولی تو حدی هم از اون من تئوری الهام میگیرم، اون تئوری که تروتسکی گفته بود، ولی این به معنای اون نیست، تو حدی از اون الهام میگیره. اینی که انقلاب ها وقتی به وقوع میپیوندن، اگر به خواسته هاشون نرسن به سرکوب ها و ناامیدی های گسترده می انجامن
ولی اون نطفه در درون اون زیر برف اون دانه میماند و بعد یه روزی یه جای دیگه شکل میگیره. به نظر من اگر انقلاب ایران حرکتی کرد که به تمام خواستهاش، مثل خواست آزادی، خواست مبارزه با فساد، خواست مبارزه با سلطه‌گری گروهی محدود و آلیگارشی ها، خواست در واقع عدالت به خصوص، اگر به تمام اینها نرسید، اما تاریخ رو نگاه کنیم، در تمام مبارزات پراکنده ای که پیش از آن وجود داشت این خواسته موج میزد. این خواسته در جنبش مسلحانه بود، چه در میان سازمان مجاهدین، چه در میان سازمان شرکای فدایی خلق. این خواسته در میان جریان های سیاسی مثل ساکا، مثل حزب توده، مثل همه جریان ها بود. این خواسته ها در دل مبارزه آزادی خواهان و ملی گرایان و در دل مبارزه مذهبی های مترقی که نمونه شما مثلا بگم آیت الله طالقانی در دل اونا نهفته بود، شما کاملا میتوانستید فصل مشترک رو در این پیدا کنید. این دور منتها در این صدف روزگار خیلی نماند، سریعا تبدیل شد به یک هیجان و این هیجان تبدیل شد به یه نیرویی که خودش رو تفیض کرد به یه جریانی که به هر حال اینو بگم پایگاه داشت، پایگاه دیرینه داشت، تمام مساجد در جهتی چقدر باید زحمت بکشه تا اینقدر پایگاه اجتماعی داشته باشه که مساجد داشتن، تا این ایدئولوژی باور شده رو داشته باشه که در واقع روحانیون داشتن. ولی به هر جهت این مسیر به اونجا کشیده شد و آنی که در دل خواست جامعه بود و نهفته بود و من عرض می کنم این رو شما با زبان مختلف میشنیدید. کارگر کوله پسکونه، دختر جوان کوچولویی که توی زاغه های جنوب بود، شهر تهران بود، بهش میگفتم آرزو چیه، میگفت یه جایی هست میگن استانبول، دوست دارم برم اونجا کالباس بخرم بخورم. این دختر 17 سالش بود، از تو زاغه بیرون نیومده بود. این با زبان خودش آرزوش رو میگفت. بله، روشنفکران کمونیست، احزاب چپ، روحانیون مترقی با زبانهای دیگری میگفتن. نیرویی نبود که این فصل مشترک رو به اصطلاح بسازه، این دور رو در صدف به قدر کافی نگه داره و وارد عملی بشه که این انقلاب بجز این که اون نیروی عظیم رو رها میکنه به یه خواست تاریخی ماندگار هم تبدیل بشه. برای جهان سوم انقلاب مشروط ایران قبل از انقلاب اکتبر اتفاق افتاد، بنابراین انقلاب مشروطه انقلابی تاثیرگذار بود در همه جا. نهضت ملی کردن نفس تاثیرگذار بود در جنبش‌های آزادی بخش همه جهان، همینطور که پیش از اون مثلا هند بود و تاثیرگذار بود. انقلاب ها میتوانند این راه‌های تاثیرگذار و راه‌های معطوف به رستگاری رو طی بکنن و میتوانند هم شکست بخورن. به هر حال اگر انقلابی شکست میخوره، اگر خزینه‌های سهمگینی رو این انقلاب متوجه جامعه میکنه، از من بپذیرید که نباید یقه انقلابی ها رو بگیریم، نباید یقه کسانی رو که روغن داغ ریختید زیرشون بلند میشن فریاد میزنن بگیرید. اون حکومت های جباری که فرصت برای تحول، فرصت برای اندیشه همگانی نمیدهند و با روحیه ارتجاعی و با روحیه محافظه‌کاری با سرکوب تمام نیستن مثل رژیم گذشته، اونها بیشتر، خیلی بیشتر مسئولند تا مردمی که به پا خواستن و به تنگنا آمدن. البته این حذف نمی کنه مسئولیت انقلابی ها رو، حذف نمی کنه، اونها هم مسئولیت خاص خودشون رو دارن و من باز در اینجا تأکید می کنم که برخی از ما به این مسئولیت واقف بودیم. گذشتمون اون موقع شعارها، بحثها، بیانیه ها، صحبت ها نشان میده که واقف بودیم، ولی ما اقلیت بودیم. بعضی از احزاب انقلابی یا بعضی از احزاب چپ یا بعضی از جریان‌های مترقی با همه پختگی که داشتن، نمیدونم، افتادن توی تنور ناخواسته، یعنی یه جوری دنبال روی شعب توده ها شدن. انقلابی ها نه جلوتر از مردم میدون و نه پشت سر مردم لکلک میکنن، انقلابی ها در میان مردمن، ولی در این حال میدانند که تحول اجتماعی و خواست مردم جایگاه‌های تاریخیش کدامه، حقانیتش کدامه و شدنی بودنش در چه مقیاسه و چه نیروهایی باید اون رو به جلو ببره. در اونجا هستش که بالا و پایین کردن خواستها توسط رهبران انقلابی، اون دیگه محافظه‌کاری و به اصطلاح وابستگی نیست، اون دیگه تشخیص خرد انقلابی است. دانشمند بزرگی گفته بود که انقلاب
یک جبره، نه به معنای جبر یعنی فشار، به معنای اینکه محاسبات داره. خب تا اینجا هم میشود مقصر دانست انقلابی هایی رو که به جهت اونها هم نتوانستند به قدر کافی کار بکنن و این جریان رو، این لوکوموتیو رو بر روی ریل خودش قرار بدن. به هر تقدیر آنچه که بود باید بپذیریم که نیروی اجتماعی قدیمی پشت سر اون ایدئولوژی بود که بعداً پیروزمند انقلاب خودش رو اعلام کرد. اینم در لحظه 22 بهمن اتفاق نیفتاد. این سابقه تاریخی داره. پدیده انقلاب رو در متن تاریخ و تحولات اجتماعی و تاریخی باید ببینیمش. به هر تقدیر 35 سال گذشته و این ما هستیم و این جامعه و اون تجربه های گذشته. از نظر من باز دوباره نظریه های تضاد، نظریه های دیالکتیک کمک میکنه تا بشناسیم راه کدام است، چاه کدام است، تحولات تاریخی چی میخواد، اراده ما چی میخواد، جنبند این دوتا چی میگه و بعد هم توانایی های واقعی چگونه در گذر زمان میتونه افزایش پیدا کنه. در رأس این توانایی ها آگاهی است. پیروزی بدون آگاهی فاجعه است. فاجعه. ما باید پیروزی رو بر مرکب آگاهی ها بتونیم سوار بکنیم. آیه رئیس دانا، بسیاری بر این باورند که شعار استقلال، آزادی و خب جمهوری اسلامی، البته اسلامی به معنی معنویت در زندگی مردم، میشه به عنوان اصلی ترین شعار انقلاب 57 مطرح بشه. اول میخواستم نظر خودتون رو در این مورد بدونم که چقدر با این که این شعار محور انقلاب 57 بوده موافق هستید، و در مرحله بعد نگاهی بکنیم به این که نظر خودتون چیست، آرمان‌های انقلاب 57 چه بود و امروز 22 بهمن 1392 چقدر از اون آرمان‌ها فاصله گرفتیم؟ ببینید، اولا من تایید می‌کنم که اون خواسته ها اونطوری که مطرح شد توسط پیروزمند انقلاب همونا بود. مردم درک درستی از استقلال نداشتن برای که نیروهای خارجی اینجا را اشغال نکرده بود، ولی ما میدونستیم که به ازای هر 40-50 نفر ارتش شاهنشاهی یه نفر آمریکایی توی ارتش هست. ما میدونستیم سیاست های امپریالیستی یعنی چی، ولی توده ها این رو نمیدونستن. امکان آموزش به اونا وجود نداشت. جنبش مسلحانه سخت سرکوب شده بود. مبارزه ضد امپریالیستی و حزب توده کاملا به انزوا کشیده شده بود. جریان های مترقی اسلامی و ملی، به خصوص جریان های ملی آزادی خواه و استقلال طلب، نابود شده بود. بنابراین توده ها درچی از اون مفهوم استقلال که نداشتن، اون مفهومی که مثلا موقع اشغال یک کشور توسط ارتش خارجی و بیادبی ها و گستاخی های اون ارتش به توده ها منتقل میکنه از استقلال. آزادی چیزی بود که بیشتر روشن فکرها میخواستن، طبقه متوسط شهری میخواستن، برای اینکه سرکوب می‌شدن هر چیزی می‌خواستن بگن، برای اینکه خیلی راحت شما می‌توانستی در زمان شد تو زندگی خصوصی خودت تریاک بکشی دور از جونت، ولی نمی‌تونستی بری اعتراض بکنی علیه ویتنام. من خودم یه بار که دستگیر شدم بازجویی این بود، به تو چه ویتنام، تو چرا باید بگی، من میگم تو چرا ناراحتی من از ویتنام، یعنی نمی‌تونستی اسرائیل انتقاد بکنی. ولی این برای روشنفکران مطرح بود. برای توده‌های مردم بی‌عدالتی، فقر، محرومیت عجیبی که به اصطلاح با تبعیض همراه بود، این وضعیت الان هم به وجود اومده، الان به وجود آمده، الان زندگی تبعیض‌آمیزه. الان تو این شهر تهران ماشین 800 میلیون تومانی راه میره، در حالی که توده های مردم بعد از این اتوبوس به اون اتوبوس، از این تاکسی به اون تاکسی دود سرطان‌زا بخورن. ببینید الان مسافرت های کلان پرخرج میتوانند یه 5-6% در این جامعه انجام بدن. چه مقصر جمهوری اسلامی باشه، دولت باشه، چه نباشه، چه هر چی باشه، به هر حال این وضع وجود آمده و این وضع پتانسیل انقلابی است در داخل جامعه. اون زمان هم بود، اون زمان هم زندگی باشکوه درباریان و رده های بالایی خب مردم رو مسترد میکرد، ولی اعتراف بکنم این تفاوت که اون زمان بود الان خیلی بیشتر شده. آمدیم بر سر جمهوری اسلامی، یعنی واقعا من نرسیدم به این نتیجه که از دهه اول به جز طراحان هستی در حوزه روحانیت، من نرسیدم به این که مردمی که مثلا در حاشیه‌های شهر بودن، در شهر شیراز بودن، مثلا
تو فلکه مصدق جمع می شدن، یا مثلا در اعماق شهرک های حاشیه‌ای و مهاجرنشین اطراف بودن، اینها نشسته بودن برای جمهوری اسلامی یه الگوی ذهنی تدوین کرده بودن. من نرسیدم به این، این نبود. این بعدن اون نیرویی که روز به روز دست برتر پیدا میکرد و در جریان های انقلاب هر کس هر شعاری میداد بهش حمله میکرد، میگفت تو وحدت شکنی، ولی وحدت رو از طریق شعار خودش مطرح میکرد. اونچه که مردم میخواستن، میخوام بگم حتی جمهوری هم به اون معنا نبود، برای که شناخت نبود، سرکوب بوده، عدم آگاهی بوده. اما مردم رهایی میخواستن، انقلاب رهایی بش انقلاب ضد سلطه بود و این سلطه توسط دربار، توسط اون لایه های محدود، میگفتن اون موقع مثلا هزار فامیل، شعر فروغ فرخزاد یادتونه، کسی میآید، اون میگه کسی میآید که میتواند هزار را از روی 20 میلیون بردارد بدون اینکه چیزی کم بیاورد. این هزار هزار فامیل بود و اون 20 میلیون جمعیت مردم بود. بنابراین آرزوهای فرو رفته در درون وجدان مردم مبارزه با بی‌عدالتی، ستم و محرومیت بود. برای لایه‌هایی به تدریج به مسئله آزادی میرسید، بعد به انتها که میرسیدید، به نتیجه که میخواستیم برسیم، میدیدیم که به هر حال یک نظام سلطنتی به نام تجربه ای که داریم نمیتونه به این آرزوها پاسخ بده. جمهوری به هر حال بهتر از سلطنته، سلطنت به هر حال بهتر از نظام قبیله‌ای و شیوخه. تقریبا حالا تو جامعه، توی جامعه شناسی و تو سیاست تو قاطعه که نمیشه صحبت کرد. اون نمونه هایی داریم، مثلا انگلستان سلطنت داره از خیلی از اون جمهوری های موزخیز جلاد آمریکای لاتین که در گذشته بود، خیلی پیشرفته‌تر بود نظر آزادی. ولی به طور کلی میخوام عرض بکنم، اما اینها به محاسبه گذاشته نشده بود توسط توده‌ها. برای همینه که میگم هیجانات سریعا همه جا رو فرا گرفت. و بعد هم آخرین حرفم در واقع نارسایی عمل کردی، نداشتن تئوری و تحلیل و نداشتن ثبات قدم در میان جریان هایی بودش که دگراندیش بودن، جور دیگری میاندیشیدن. اونها یکی یکی اختیار رو به قدرتی که فرا گرفته بود، همون قدرتی که جمهوری اسلامی رو مطرح میکرد، خودشون رو تفویض کردن. حالا به هر جهت آیا کار خوبی بود که بلافاصله جنگ داخلی رو شروع میکردن؟ حتما از نظر ما که بینش انقلابی داریم، نه، کار خوبی نبود. ولی آیا راه حل دیگری نبود؟ راه حل های مسالمت آمیز، راه حل های سیاسی؟ چرا بود؟ این تجربه ها به کار نرفت. من تشکر میکنم از شما آقای دکتر فریبرز رئیس دانای عزیز. با برای محدودیت مجبوریم بحث ها رو قطع بکنیم، اما مطالبی که مطرح میشه هر کدومش میتونه موضوع یک برنامه جداگانه باشه. با آقای دکتر بلیکی هم همین صحبت داشتیم. امیدواریم که در نوبت‌های بعد هم این امکان رو داشته باشیم که از حضور شما عزیزان استفاده بکنیم و بحث‌هایی که مطرح شد رو با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. باز هم تشکر می‌کنم که همراه ما بودید. همونجور که اشاره کردم، در بخش دیگر برنامه امروز با آقای نوریزاد همراه شما خواهیم بود. محمد نوریزاد در حین گفتگو با ما در مقابل وزارت اطلاعات بود و کفن سفیدی به تن کرده و مطالبات خودش رو چندین روزه که پیگیری میکنه. آقای نوریزاده عزیز، سلام به برنامه ما، بسیار خوش آمدید. من تشکر ویژه هم باید بکنم در این شرایط وقتتون رو در اختیار ما قرار میدید. 35 سال از انقلاب سال 57 گذشته، شما کسی بودید که سالها در پروسه بعد از انقلاب هم حتی از اون صحبت میکردید. امروز نگاهتون چیست؟ چقدر از اون آرمانها و چقدر از اون آرزوها فاصله گرفتیم؟ اصلا دوست عزیز، من هم به شما و زیر بیشتر نمیدان و بینندگان و برنامه شما سلام بگم. اصلا ببینید، یکی از غیر ضروری ترین انقلاب های جهان و تاریخ همین انقلاب سال 57 ایران. بنده الان 32 روزه جلوی وزارت اطلاعات بنا به چه خاصی که دارم قدم میزنم. امروز هم کفن پوشیدم و در پشت روی کفن این سه تا خاصی خودم رو نوشتم و پرچم سفیدی هم دستم گرفتم. یعنی من با شما جنگ ندارم. اینها میبینند من رو، میبینند خواسته های مردم رو، میبینند مفاسد رو،
دزدی ها و پریدی ها رو، ولی به جهت این که دست خودشون آلوده است. و یا اگر هر کدام از این ناهنجاری ها بخواد آشکار بشه، دست خودشون آشکارتر خواهد شد، طبیعیه که خودشون رو به نفهمیدن و ندیدن میزنن. انقلاب سال 57 یک آرزوهایی بود بر طبق جهالت مردمی که صادقانه این آرزوها رو در قامت روحانیان متوقف دیدن. و روحانیان زیرکانه ببینید که کمترین تخصصی و اطلاعی از نحوه کشورداری بدانند و داشته باشند، آمدن همه معترضان و مخالفین رو یا به صلاح کشتند و به صلاح به زندان انداختند و از کشور تاراندن و بعد ارسه رو برای خودشون بلوکه کردن. ما الان مردمی غارت شده هستیم توسط روحانیان حکومتی، روحانیانی که هیچگاه مسئولیت مفاسد خودشون رو نپذیرفتن. من شخصا آدم ضد آخوندی نیستم. من میگم آخوند هم یک سنفیست، مثل دندان پزشکان، مثل کشاورزان، مثل کارگران، بیان مسئولیت بپذیرن، ولی به ازای هر مسئولیت در قبال اون مسئولیت ها پاسخگو باشن. اما آخوندهای ما زایعه پشت زایعه ایجاد میکنن ولی مطلقا پاسخگو نیستن. به همین دلیله که یک چهره کریهی از شیوه مدیریتی خودشون رو به جان جامعه در انداختن. روز به روز ما رو در سختی ها و دشواری ها و نفهمی ها و جهالت ها فرو میبرن و عرصه رو اتفاقا برای رواج جهالت فراخ میکنن و همین عرصه رو برای رواج علم و اندیشه و فهم و درستی و پاکی تنگ میکنن. ما گرفتار یک چنین معضل بزرگی هستیم که خودمون پرورش دادیم، خودمون او رو آبیاری کردیم، خودمون به او بها دادیم، خودمون سزا براش پرداختیم و رشد کرد و تمام عرصه ها رو در اختیار گرفت. به همین دلیله من الان وقتی دارم همین الان که دارم با شما صحبت میکنم کفن پوشیدم و یه پرچم سفید دست گرفتم که یعنی آقا حاکمان ببینید کار محمد نوریزاد که فرزند این انقلاب بوده و در این انقلاب سهم داشته و در تناور کردن این انقلاب سهم و نقش اساسی داشته، الان کارش به جایی رسیده که کفن پوشیده و خواسته های به حق و بدیهی و ابتدایی خودش رو بر روی این کفن، بر پشت روی این کفن نوشته و یه پرچم سفید دست گرفته و داره جلوی وزارت اطلاعات قدم میزنه که آقا منو ببینید، خواسته های من رو، ما رو ببینید. من نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان نماینده مردمی که همین خواسته ها رو دارن، طالب درستی و پاکی هستن، طالب ادبن، طالب قانونن و در این انقلاب مطلقا آنچه که اشتها داده نشد ادب بود، قانون بود، احترام بود، حقوق مردم بود و بعد شایستگی بود. آخوندها به خاطر اینکه کمترین تخصصی و تبحری در مملکت داری ندارند و در عوض امهات مسئولیت های کشور رو در اختیار گرفتن، آنچنان بلایی بر سر این کشور آوردن که مگر در تاریخ سراغ بگیریم. مملکت داری یک تخصص، دیپلماسی جهانی یک تخصص، یعنی آدم هایی که کار کشتن باید بیان این عرصه رو در اختیار بگیرن. یا آخوندی که از دریچه کوچک قیفی شکل فقه به جهان نگاه میکنه، او چجوری میخواد جهان اطراف رو وسیع‌تر از آن چه که هست ببینه و برای او مدیریت اعمال بکنه. به همین دلیل که ما سال به سال عقب نشستیم و امروز در 35 سال پیروزی اون انقلابی که اصلا نیازی بهش نبود، ما با افسوس داریم به هدر رفتن فرصت ها، هدر رفتن سرمایه ها، آسیب دیدن بسیاری از فرزندان این سرزمین، هدر رفتن عمرها، نخبگی که فرو کشیده شد در این سرزمین شاهد اینها هستیم و این یک افسوس بزرگ برای من و امثال من. آقای نوریزاد، شما اشاره میکنید برخی چشم هاشون رو میبندند و نمیبینند، دلیل اون رو تو چی میدونید خودتون؟ آیا این چشم بستن ها و این ندیدن ها و این نخواستن دیدن ها چگونه است؟ دلایلش رو اگه خودتون بخواید بررسی بکنید اونها رو چگونه میبینید؟
سه تا دلیل میتونه داشته باشه دوست من. یکی منافعی که دارن، دو ترسی که دارن، و سه جهالت. یک ناچاری رو هم من بهش اضافه میکنم. مثلا شما نگاه کنید، الان مادر یک شهیدی در نظر بگیری، بچهش به شهادت رسیده، الان ما بیاییم اون ریسمانی که او به این حکومت دست قیچی بکنیم، اون معلق میمونه، اون ناگزیره به همین نظام دل ببنده و راضی باشه به هر آنچه که این نظام بر او میافشانه. اینها ناچارن، ناگزیرن، اما یه جمعیتی هستن میترسن و اینا جمعیت فراوانی هستن. ادهی هستن منافعشون اقتضا میکنه، یعنی اگر ورق برگرده آدم هایی هم که باید به صلاح یا با دوزی هایی که قبلا کردند زندگیشون ادامه بدن، یا باید کاسه گدایی بگیرن به خاطر که اصلا عرضه و لیاقتی ندارن و به خاطر شرایطی که این اوضاع و احوال در اختیارشون گذاشته الان مدیرن، مسئولن. یکم به جهالتشون و یه جمعیت جاهل ما کم نداریم، مردمانی که اصلا تشخیص نمیدن و اصلا برایشون مسئله نی، یعنی یکی به آرد برای یک روستایی، برای یک عشایر انقدر مظهریت داره که این که حالا یه دانشجو ستاره دار میشه اصلا برایش مهم نیست، نمیبینه اصلا، بخاطر اینکه او در همون محدوده خواستهاش متوقف شده. این چهار دلیل یا سه دلیل اصلی و یک دلیل حاشیه‌ای که بنده عرض کردم چیزیست که این جماعت میبینن و کمترین گزشی در خود احساس نمی کنن. یا منافعی دارن، یا میترسن، یا جاهلن، یا ناگزیر. آقای نوری‌زاده عزیز، پایان بخش برنامه امروز همراه شما خواهیم بود. با توجه به وضعیتی که دارید و حرکتی که آغاز کردید، اگر کلامی و حرفی هست در این ویژه برنامه در خدمت شما هستیم. بله، ببینید این حرکتی که من شروع کردم الان 32 روز جلوی وزارت اطلاعات دارم قدم میزنم. از امروز کفن پوشیدم، از امروز یک پرچم بلند برداشتم. این هیچ دلیلی وجود نداره الا این که من خواسته هام خواسته های مردمی است که زبان واگوی کردن خواسته هاشون رو ندارن، زبان مردمی که به لکنت افتاده. من به سهم خودم نمایندگی می کنم این طایفه از مردم رو که می ترسن، مردمی که اعتراض دارن ولی نمی تونن به زبان بیارن، معترضن، حساسن، حرف دارن و حرفشون شنیده نمی شه و کسی اونها رو به بازی نمی گیره. من اینجا دارم قدم می زنم، صورت ظاهرش اینه که اموال خودم رو که 4.5 سال پیش اینا برداشتن بردن و نمیدن، یا مثلا این که چرا من و خانوادم رو ممنوع الخروج کردن و چرا وقتی ملاقات با وزیر به من نمیدن. این صورت ظاهره، ولی باطن حرکت من یک نافرمانی مدنی است. من رو به کلانتری بردن، به دادگاه بردن، تهدید کردن، ولی فرداش مجددا من آمدم اینجا و شروع کردم به قدم زدن و این یک نقطه عطفی است در حرکت سیاسی این جامعه فرو خفته و فرو کشته که کمترین اعتراض سیاسی رو بر نمیتابه. و من به این قدم زدنهای خودم انقدر ادامه خواهم داد تا این در بسته رو باز کنم. من همه اونهایی که در این داخل وزارت اطلاعات هستن و ماها رو میبینن ولی ما رو به حساب نمیارن، من اونها رو از سوراخ‌هاشون با همین رفتار مدنی بیرون میکشم و خواسته های مردم رو بر طبق به صلاح اعتراض دینه هم. امید دارم که این حرکت که در نوع خودش حرکت به صلاح بدون خشونت و یک اعتراض مدنی، یک نافرمانی مدنی به نتیجه برسه. موفق باشید. من تشکر میکنم از شما آقای محمد نوری‌زاده عزیز که با این شرایط وقتتون در اختیار ما قرار دادید و امیدوارم که به هر روی صحبت هایی که مطرح کردید به گوش آنان که باید برسد و اون اعتراضاتی که شما از جامعه ساکت کشور به همراه خود میبرید به گوش مسئولان هم برسه و حداقل جامعه عمل به اونها پوشیده بشه.
باز هم تشکر میکنم که همراه ما بودید. همونجور که در میانه برنامه هم اشاره کردم، صحبت‌هایی که هر سه عزیز آقای دکتر ملکی، آقای دکتر رئیس‌دالا و آقای نوریزاد عزیز مطرح کردن، هر کدام مرجع بحث دیگری هم برای ما خواهند بود و امیدواریم در فرصتی نزدیک این امکان رو داشته باشیم که از حضور این عزیزان استفاده بکنیم. بر روی این ویژه برنامه‌ای که به مناسبت 22 بهمن تهیه شده بود، تلاش کردیم بخش‌هایی از صحبت‌های نزده دوستان رو هم مطرح بکنیم و بیشتر به این سمت و سو بود. امیدوارم که از این برنامه راضی باشید. به صفحه فیسبوکی ما هم اگر مراجعه کنید، میتونید از اون طریق برنامه‌های تفسیر خبر رو به صورت آرشیو شده مشاهده کنید و از طریق همون صفحه فیسبوکی و یا آدرس ایمیل برنامه با ما در ارتباط باشید و با ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون و یا طرح موضوعات و سوالاتی که فکر میکنید بهتره در برنامه تفسیر خبر بیشتر به اونها پرداخته بشه، ما رو در بهتر شدن این برنامه یاری برسونید. امیدوارم که روزگاران خوبی داشته باشید و تا درودی دیگر، بدرود.